درود دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه خیلی خوش اومدیم به این ویدیو تو این ویدیو میخوام راجع به مراحل اسباب کشی که قبل و بعد از اسباب کشی به چه چیزایی باید دقت کنید رسیدگی کنم و چند تا اطلاع خیلی مهم رو بهتون بدم قبل از هر چیز اگر کانال منو دنبال نکردین لطفا این کارو کنید حمایت کنید اطلاعات مجانی هستم واسهتون خوب. بریم سر نکات اصلی قبل از اسباب کشی که چه کاری باید بکنید شما باید همه چیز آماده بکنید یعنی تا روز آخری که تو اون خونه هستیم برق و شوفاژ و اینجور رو چیزا رو قطع نکنید و بذاریم بمونه که خب یه وقت وخ... کاری چیزی تو اون خونه داشتین میخواین انجام بدین برسین انجام بده اگه قطعی هست براتون که میدونید اوکی دیگه تا این تاریخ تو اون خونه نیستید و قرار کلید و تحویل بدین خب سه چهار روز قبل ترش میتونید این کار انجام بدین ولی خب فکر همه چیز رو بکنید برنامه روزی همه چیز رو بکنید میخواین بتونه بزنید دیوار و پیچی چیزی دیگه ریل لازمه تو میشه برق رو قطع نکنه و بزنید تا لحظات آخر برق باشه و خب قطع کردنش هم حتی آنلاین هم میشه یه تلفن بزنید یا یه ایمیل بنویسید شماره کنترلتون رو بدین و اینجور چیزا و قطعش کنید و خب واسه خونه جدیدتون هم میتونید وصلش کنید خب این دیگه تصمیم گیرنده خودتون هستین ولی کارهای مهم این هست که برق آب و شوفاژ اینا همشون قطع بشن آه. چیز خیلی مهمی که وجود داره که این هم شما باید انجام بدین وسط که از خونه قبلی میایم بیرون و میرین خونه جدید باید در ضعف سه روز برگه مردت سیتل همون برگه محل اقامتتون رو حتما تهیه کنید حالا اگه آخر هفته بود تعطیلی بود خب این سه روز ممکنه 5 روز بشه ولی نهایتا تا سه روز کاری باید این کار رو حتما انجام بدید یعنی از خونه قبلیتون باید ملت بشید که دیگه اونجا زندگی نمی کنید و خونه جدیدتون ان ملت بشین و این هم ملد امت این کار انجام میده هم مایسترات این کار انجام میدن توی شهر کراس هم ملد امت اگر یه دونه توی گوگل سرچ بکنید ملد رگیستا پیدا میکنه که ملتش دل کجا هستن که شما میتونید این کار انجام بدین که برگیر محل سکونت و بیارید ولی خب خیلی جالب است که این کار هم آنلاین حتی از تو خونه هم اگر پرینتر داشته باشید میتونید انجام بدید فرمش رو پر بکنید سابخونه جدیدتون باید امضا کنه و دوباره سکنش میکنید و با ایمیل هم براشون میفرستید و این کار خیلی راحت حتی از تو خونه هم میتونید انجامش بدید چیز خیلی مهمی نیست ولی خب حضوری هم خیلی راحت سریع میتونید برید اونجا این برگر رو بیاریدش رو پرش بکنید بعضی وقتا همونجا هم لازم به امضای سابخونه نیست خیلی راحت میتونید همونجا خودتون امضا کنید و فقط میتفرد تراک باید بهتون باشه میت همون اجاره نامه هست خب این کاری که انجام دادید چند تا نکته هستن که باید حتما تو ذهنتون باشه خیلی مهم هستن شما اگر ماشین موتور دارید که پلاک دارن و کارت فرشون ساده شده کارت ماشین یا موتور برشون ساده شده حتما اینو باید به اداره مربوطه zulassungsstelle گوگل این هم اینام سرچ بکنید آدرس و ساعت کاریشون میاد همش خیلی راحت میتونید برید پیششون بگی این مردت ستل جدید منه برگه محل اقامت جدید هبت و اون wohnsitz اینو حالا راجبش توضیح میدم دوباره و لطفاً پلاک میخواستم آدرس جدیدمون بهتون بدم ولی یه چیزیو باید خیلی دقت کنید شما اگر تو اون شهر از یه محل به یه محل دیگه برید اوکیه. ولی از اون شهر به خارج از شهر برید این قضیه یه خورده پیچیده تر میشه جالب اینجاست که اگر تو همون شهر جابجا جا بشید و شهرداریتون همون شهر بمونه این قضیه فقط سه یورو واسهتون خرج داره و همون موقع هم باید به بیمه هاتون همه‌اشو خبر بدید بیمه شخص سالس و فلان و از این حرفا هر چی بیمه دارید باید آدرستون هم تعویض کنید حتما و اگر از شهرداریتون خارج از منطقه دیگه رفتید رفتید عضو یه شهرداری دیگه شدید ساکن یه شهرداری دیگه شدید اونجا قضیه خورده پیچیده میشه باید پلاک جدید باستون صادر کنن و کارت ماشینم باید جدید صادر بشه و اون پیکلی هم که داره باید جدید صادر بشن و اینم تقریبا 218 230 یورو خرجش میشه که حالا من دوتا وسیله نقلیه داشتم این کارو کردم حدودا 450 یورو خرج من شد واسه هیچ که فقط از یه شهرداری به یه شهرداری دیگه رفتم از کراتس اومدم به کراتس و و این قضیه واسه من بود که تقریبا 400 خورده یورو پول دو تا پلاک موتور و ماشین رو دادم ولی چیز دیگه نکته دیگه هم که هست من دوتا پیکل اتوبان همون عوارض اتوبان رو روی پلاک ماشین و موتور گرفته بودم و اینا رو هم باید عوض کنید اگر پیکل چسبنده که به شیشه جلو ماشین میچسبنه اونو میگیرید خب مشکلی نیست و همینجور میمونه سر جای خودش ولی اگر روی پلاکتون هست این هم باید به اسفینک ایمیل بنویسید روی سایتشون برید همه اطلاعات رو بهتون میدن که کجا ایمیل بنویسید که من جا جا شدم و اون وینیتتون سر جاش میمونه فقط یک سیولش ده دواز یورو فکر میکنن پول بیشتر ازتون میگیرن که این پلاکو شمارشو شمارش رو تعویز کنن براتون ولی خب لطفا هر جا که میرید اسم اینو ببرید که هفت ون سیتستون عوض میشه محل سکونت اصلیتون این یه توضیح هست که براتون میدم خب نوین ون سیتس داریم و هفت ون سیتس داریم توی اتریش توی آلمان و همه جای کشوری دیگه هم همین قضیه هست هفت ون سیتس محل سکونت اصلیتونه نوین ون سیتس جاییه که مثلا خب خونه خودتون هست محل اصلی سکونتتونه نیمون بوم جای دیگه که زندگی میکنه پیش پدر مادرتون هست پیش یکی از دوستاتون هست که طولانی مدت پیشش میمونه یا تو شهر زندگی میکنید یه خونه یه کلبه کوچیک تو جنگل یه جایی اجاره کردید اونجا هم زندگی میکنید ممکنه سه ماه در سال هم اونجا باشید اون میشه نیمون بوم و جایی که توی شهر زندگی میکنید آپارتمان خودتون میشه هفت هون سیت این دو تا نکته رو خیلی حواستتون باشه هر جا که رفتین تو این اداره ها حتما بگید هفت اون سیت عوض شده که متوجه بشن قضیه چیه و میدونن که شما قانون رو بلدید که چجوری است از از اون سو استفاده نمیکنن. ولی یه نکته ای که خیلی مهم هست به بانکتون و به پستتونم باید حتما خبر بدید که شما جابجا جا شدید بانک از توی اپ آنلاین بانکینگتون میتونید این کار انجام بدین خیلی راحتی ایمیل مفصل بنویسید اسم من فلان هست تاریخ تولدم و فلان از این حفال لطفا از این تاریخ من هفت وان سیتس جدیدم این هست و آدلس های قبلی منو پاک کنید و اگر شاید توی آنلاین بانکینگتون روی دسکتاپ روی لپتاپ یا سی بازش بکنید این کار امکان پذیر هست که خودتون آدرستون و خودتون منوال قشنگ برید توی به آبایتون اونجا همه چیز عوض کنید و خب این مشکل رو ندارید و بعدش هم یه بار میتونید زنگ بزنید به بانک بگید که من آدرسمو عوض کردم تو سیستمم شما میبینینش یا نه این خیلی کار مهمی است چون که بانک شوخی بردار نیست اگر یه وقت پول تو حسابتون نباشه و قرار بشه بهتون یه اختاریه بفرستن که آقا پول تو حسابتون نیست پول واریز کنید یا بیارید به بانک بدید تا این قبض پرداخت بشه و دسترسی به شما نداشته باشن که خیلی وقت این کارو با علاقه انجام میدن یک مشکل واسه خودتون درست کرد که خرجش خیلی زیاد میشه پس با بانک خیلی حواستون باشه سریعا تا جابجا جا شدید حتما بهشون خبر بدید و این هم یه جوری درست حسابی که سند مدرک داشته باشید که شما آدرستون رو بهشون خبر دادید و باید درست باشه توی سیستمشون خب نکته بعدش که خیلی مهم هست میتونید برید پست محل سکونت قبلیتون جایی که زندگی میکردید یا همون پست محل سکونت جدیدتون بگید که یه دونه نخ سند آف ترک میخوام درخواست بدم درخواست اینکه که نامه هایی که به آدرس قبلیتون پست میشه هنوز نرسیدید آدرس ها رو همه عوض کنید به آدرس جدیدتون پست بشه و این تقریبا بین سه ماه براتون میذارن باز باشه شما میتونید اینو دوباره تمدیدش کنید فلنگرش بکنید که به آدرس جدیدتون سه ماه بعدترش هم دوباره بیاد یعنی شیش ماه تقریبا حدودا 18 یورو هزینهش هست واسه سه ماه اول دوباره شما این کارو میتونید تکرار بکنید 18 یورو دیگه بدید سه چهار ماه دیگه دارید واسه خودتون ولی در هر صورت به آدرس قبلیتون هر از گاهی سر بزنید ممکنه یه وقت اشتباه شده باشه هنوز نامه به آدرس قبلیتون رفته باشه در هر صورت یه شماره تلفنی چیزی بذارید واسه یه مستجر بعدی که تو خونه جدید میاد بگید که لطفا اگر نامه چیزی اومد به من خبر بده که من بیام ناممو بگیرم لطفا ممکنه تا چند ماه طول بکشه این کار انجام بدین ولی نخ زنده آف و یادتون نره تو پست میتونید درخواست بدید و این کار امکان پذیر هست که نامه هاتون به آدرس جدیدتون پست بفرسته که اگه هنوز آدرس عوض نکرده باشید و خب نکته بعدی این هستش که بیمه اگر شما هاوس هالپس فرسی دارید تمام بیمه منزل تمام مبل و میز و هر چیزی که تو خونتون هست بیمه هستن و اینجور چیزا اون یه بخش دیگه هست حالا که این بیمه دقیقا چی هست ولی اگر این بیمه رو هم دارید حتما حتما باید سریعا آدرستون عوض کنید و بهشون خبر بدید که شما آدرس جدید دارید و خب اگر شما از جایی از اداره کمک هزینه ای میگیرید یا به هر حال سر و کار باش دارید امت اون به هیلفه یا هر چیز دیگه اینا رو هم حتما تک تک باید اداره ها بهشون ایمیل بنویسید یا حضوری برید و بگید که آدرستون عوض کردید و اگر با آیم ایس سر و کار دارید حقوق بیکاری دارید میگیرید تو این هین و وین حتما حتما آدرستتون هم باید بهشون بگید که عوض شده چون که آیم ایس هر شعبه تو شهر داره و ممکنه مثلا کرات از این ور رودخونه برید به اون و 80 IMSتون عوض میشه و جای دیگه برای شما به اصطلاح سوشتنیک هست مسئول شما هست به خاطر همین باید به همهشون خبر بدید دیگه این ذهن خودتون هست ولی خب من یه چیز کلی بهتون گفتم این چیزها رو فراموش نکنید همونجوری که بهتون قول داده بودم آخر ویدیو بهتون یه نکته رو میگم که این کار خیلی بتونید راحتتر و مجانی انجام بدید واسه یه ترانسپورت هم و نقل وسایلتون توی خونه مثلا شما توی خونه قبلیتون هستید یه دونه کمد دارید این کمد رو بخواین همراه خودتون ببرید ممکن ارزش نداشته باشه اینا همشون نو پن هستن بخواین پیچاره همه رو فاس کنی ممکنه خراب بشن یا اون مبلی که تو خونه قدیمی هست دیگه ممکنه خاطراتش رو نخوای ببری توی خونه جدیده تخت تمامی همینطور تو. میتونی یکی از اینا رو خیلی راحت بفروشی یا همشون رو بفروشی روی ویل همون بذاری بفروشیشون و اینا رو نو بگیری و موقعی هم که نو گرفتی خب یه ماشین میتونی ازشون قرض بکنی از جایی که میخری ایکیا، موبیلیکس، موماکس، هر کدومشون لوتس ماشین پا 35 37 یورو بهتون میدن و این ماشین هم حدودا 500 دستتون میمونه این کارو میتونید بکنید تمام وسایل نویی که میخرین تو خونه جدیدتون بیارید و با همون ماشین باشه خب چهار ساعت هم دستتون خورد مرده ای که تو هنوز توی خونه قبلیتون مونده اونا رو هم میتونید سر راه بذارین تو اون ماشین بیارید توی خونه جدیدتون خیلی راحت میتونی این کار انجام بدید و خب من چندین بار این کار انجام دادم خیلی برای من خرج کمتری داشت و زحمت کمتری هم داشت و آدم یه شروع نو توی خونه نو بکنه هم بد نیست خب کانال من رو لطفا دنبال بکنید حمایت کنید اگر سوالی چیزی براتون پیش اومد حتما دوباره برای من نظرتون رو بنویسید اگر موضوع دیگه مد نظرتون هست حتما اونم بنویسید من براش ویدیو درست میکنم حتما در خدمتتون هستم امیدوارم که حالتون خوب باشه این همیشه بای بای خدافز شما